باشه. این آرزوی ماست و دعای ماست که این اتفاق تو قلبتون بیفته و به وسیله همون ایمان این زیبایی خداوند رو بتونین بچشین در زندگیتون، در قلبتون و در تک تک هر روزی که زندگی میکنیم، که واقعا بتونیم ببینیم چه خدای زنده ای هست که روز به روز میتونیم با او قدم برداریم، با او زندگی کنیم در این مشارکت صمیمانه. امروز میخواییم ادامه بدیم این تعلیمایی که هفته گذشته ما در موردش صحبت کردیم. کوتاه فقط در مورد وضعیت انسان ما هفته گذشته صحبت کردیم که انسان زمانی که از این بعض شیطان بعض گناه اینو برداشت و انتخاب کرد، انسان گناهکار شد. و گناهکار یعنی چی؟ که میتونه جواب بده. الان چند مدتی است که در مورد گناهکار بودن صحبت میکنیم. گناهکار یعنی کسی که خدای خودشه، خودمحوریه، مرکز زندگیشه، خدا بیرون از قلبای ماست. و به این خاطر به این شخص میگیم که گناهکاره. و تمام گناهایی که ایوه های ما میگیم ثمرهای گناه میبینیم، این هم تمام چیزهایی هست که دروغ و تظاهرات و غیبت و خشم و هر چیزایی که در زندگیمون اتفاق میفته و میگیم ما این گناه رو میکنیم به وسیله این گناهکار بودن ماست. هفته گذشته در مورد فکر کردیم که و همینطور به یه جایی رسیدیم که واقعا آرزوی انسان اینه که واقعا نجات پیدا کنه. و فقط چون انسان با حقیقت، با کلام خدا آشنا نیست، با عیسی مسیح آشنا نیست، برای ما انسان سعی میکنه با قدرت خودش رضامندی خدا رو به دست بیاره و با کارهای نیک انجام بده، با مذهب، با که بتونه به هر حال در این قسمت ببینید که کارهای نیک، مذهب، ثروت، اخلاق، چیزایی که میخوایم در خودمون عوض کنیم که رضامندی خدا رو به دست بیاریم، یعنی خدا ما رو قبول کنه، عادل بشموره. و اینجا متوجه شدیم که انسان با قدرت خودش نمیتونه با اون هدف خدا، با این نقشه خدا که خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده که در حضور او بر محبت مقدس و بیعیب باشیم، انسان از این راه بیرون آمده، الان خود محور شده، خدای خودش شده، نه خدا منظور من خالق شده، بلکه خدای خودش. خدا یعنی کسی که حکومت میکنه. و چون ما جدا شدیم از خدا و از این عشق خدا، از این ماهیت خدا، به این خاطر انسان بر حال حکومت میکنه. فقط حکومتش رو در این دنیا نگاه میکنه، میبینیم که تمام خرابی هست، تمام جنگ از خانواده شروع میشه، از زن و شوهر شروع میشه، از پدر و بچه ها، و اونجا این اختلافات هست. و همینطور هم توی جامعه هست، هر جایی که الان هستین، در هر کشوری هم هستین، برای میبینیم همه ما در مورد صلح، در مورد آرامش صحبت میکنیم، در مورد محبت صحبت میکنیم و میریم توی خیابونه اونجا به هر حال این تابلوهای ما رو چیز میکنیم، ما آزادی رو میخواییم. فقط در قلب ما هیچ آزادی نیست، هیچ صلح نیست، هیچ سلامتی نیست و هیچ عشقی نیست. و ما باید باور کنیم به کلام خدا، که باور میکنیم که خدا با ما رو، چون خدا محبت، برای عشق ساخته. یعنی قلب‌های ما تا با محبت خدا که خود خداست قرار نگیره در قلب‌های ما، ما بیرون از نقشه خدا هستیم. هر چقدر هم آدم خوبی هم باشیم، هر چقدر هم سعی کنیم کارهای خوبی هم انجام بدیم، فقط ما باید نگاه کنیم که کلام خدا میگه که من شما رو، من انسان رو شبیه خودم ساختم که شبیه من باشه. و شبیه شباهت خدا، انسان نمیتونه با قدرت خودش شبیه خدا بشه. با این به این خاطر ما هفته گذشتم در موردش فکر کردیم که گفتیم که انسان چون این چیزایی که خدا در قلب ما باید سی، یعنی خدا باید سی در قلب ما ساکن و حاکم میشد، از دست دادیم، یه خلایی در قلبای ما به وجود آمد و انسان سعی میکنه از تمام چیزایی که قرار سیستم این دنیا که هفته گذشته در مورد صحبت کردیم، این تبلیغات هایی هست که ما میبینیم که چطور ما انسان به هر حال
به آرامش میتونه برسه یا به محبت بتونه برسه. این همه چی ما در زندگیمون برحال کج کردیم، فکر کردیم و محبت خدا که از دست دادیم الان به وسیله عشق، به وسیله الکل، به وسیله پول، به وسیله ثروت و خیلی چیزایی که در این دنیاست میتونیم این خلاهای ما رو پر کنیم. بعد متاسفانه میبینیم که هر چقدر ما سعی میکنیم دنبالش هستیم، میبینیم که این خلاها از بین نمیرن، بلکه میبینیم که دائما انسان در حال کوشش دنبالشه که بتونه این حیاتی که معمولا از خدا باید قرار بگیره به دست بیاره. به این خاطر میخوایم امروز هم ادامه بدیم با این بخش و ببینیم که چطور، چه راهی خداوند برای ما فراهم کرده، چه یا نقشه‌ای خداوند برای ما فراهم کرده که بتونیم واقعا به اون هدف برسیم. به اون هدف یعنی اون خدا که وارد قلبای ما بشه، که ما برگردیم به نقشه خدا. در ما باید الان یکم تئوری میکنیم که بتونیم درست با فکر خدا آشنا بشیم. در موجودات هر حیات ما باید باور کنیم یه احکام یا قانونی وجود داره. الان زمانی که این طبیعت رو نگاه میکنیم و گیاه رو نگاه میکنیم، مثال میگم، در بعض آنها تمام اطلاعات یا قانون که برای رشد و نمو لازم است قرار داده شده که چه نوع میوه و ثمره چه خواهد بود و همینطور شکلش، همه چی توی این دانه، این بذر، این گیاه، الان هر نوع گیاه هم میخوایی برداری، این یک قانونی هست. ما الان در این قرن 21 ما در مورد DNA صحبت میکنیم، یا این قانونه، طبق این قانون این گیاه شروع میکنه به هر حال رشد کردن، یا یک درختی هست یا یک گلی هست، هر نوع طبیعت رو که برمیدارین، همه چی طبق اون قانونی که اونجا گذاشته شده رشد میکنه. یک روز رنگش و همینطور هم چند مدت الان چیز رشد میکنه، یا چند مدت الان عطرهای چیز روزهایی هستن که عطر میدن، روزهایی هستن عطر نمیدن. این برحال یک این روز تصمیم نمیگیره، بلکه این قانونی که درونشه که نوشته شده، این باعث میشه که برحال این روز بتونه رشد کنه. یا درخت و هر چیزایی که الان در این دنیا وجود داره طبق یک قانون برحال زندگی میکنه یا خودش رو نشون میده. یا در چیز هم نگاه میکنیم، در طبیعت حیوانات هم نگاه میکنی، یک قانونی یا یک ژنی که در این حیات هست. الان اونجا من مثال رو نوشتم، سگ، قانونی که ژن یا اطلاعات وراثت او قید شد که سگ پارسا یعنی واوا کنه. یعنی یک قانونی هست که خود سگ براز تصمیم نمیگیره چه حرفی بزنه، چطور واوا کنه، یا هیچ موقع یک سگ میاو نمیکنه بلکه واوا میکنه، چون این توی طبیعتش اونجا این قانونی هست که اینجا نوشته شده. هر نوع حیوانی هم برداری طبق طبیعت یا طبق این قانون حرکت میکنه. زمانی که نگاه میکنه به یک گربه، حرکتاش چطور حرکت میکنه و چطور راه میره، خودش یاد نگرفته، بلکه این قانونی که درونش نوشته. و تمام برحال هر چیزی که الان حیات داره طبق یک قانون رفتار میکنه، طبق یک قانون عمل میکنه. این چه به چه دلیلی اونو میخوام بگم؟ چون زمانی که ما نگاه میکنیم به آدم و حوا، زمانی که دو تا درختایی بود که خدا اونجا گذاشته بود، درخت معرفت نیک و بد و درخت حیات، یادتون هستن؟ و اونجا خدا به آدم و حوا این اقتدار رو داد، حق رو داد، گفته که شما میتونین انتخاب کنین از این درخت معرفت نیک و بد که بخورین
خواهید مرد، یعنی جدایی از خدا، خدای خودت میشی. یا میتونم بگم که این بزده که پشت این درخت معرفت نیک و بد بود، از دست کی آدم هوا گرفتن؟ از کی بود؟ کی بهش داد؟ شیطان. پشت این درخت معرفت و نیک و بد شیطان بود. پس شیطان میوه خودش، دانه خودش، دی ان ای خودش معرفی کرد، گفته که تو وردار. خدا قبل از این گفته بود از این درخت معرفت نیک و بد نخور، از این درخت حیات بخور. یعنی درخت حیات خود خداست، یا روح خداست، یه بذر خداست، یه قانونی هست، قانون حیات بود، حیات جاودانی، یعنی روح القدس بود. و زمانی که به هر حال اینطوری باید نگاه کنین، قلب انسان تقریبا مثل یک باغی بود و هنوز باغ هیچ چیزی کاشته نشده بود. و زمانی که آدم و حوا انتخاب کردن از این درخت معرفت نیک و بد بخورن، پس این بذر، این دی این ای شیطان رو برداشتن. و شیطان هم بهشان چی گفت؟ گفته که هیچ موقع تو نخواهی مرد، بلکه خدا میدونه از که زمانی که از این درخت بخوری، یا تو میتونی تصمیم بگیری چی خوبه چی بده، خودت مستقل میشی، خودت خدای خودت میشی. از بزد من بخور. و زمانی که آدم و حوا از این دی این ای شیطان رو ورداشتن، خوردن، گناهکار شدن و اون موقع جدا از خدا شدن، خدای خودش شدن. ما باید به این حقیقت باور کنیم که خدا هیچ موقع انسان رو ترد نکرده، بلکه خداست که با تصمیم خودش رو، خدا رو از قلب خودش یا از این حیاتی که خداوند میخواد بهش ببخشه او رد کرده، گفته انسان میخواست به هر حال مستقل بشه. به این خاطر میگم گناهکار بودن یعنی مستقل شدن، خدا از قلب ما بیرونه. و زمانی که به هر حال این مطلب رو الان که گفتم که در هر موجودیت هر حیات احکام و قانونی وجود داره، الان زمانی که نگاه میکنیم که اگر خداوند یا اگر آدم و حوا از دی ان ای، از این میوه، از این ثمره، از این درخت چیز میخوردن، درخت حیات میخوردن، اینجا شباهت به شباهت خدا برمیگشتن، یا شبیه خدا میشدن. این حیات خدا رو که دریافت میکردن، این قانون این حیات یا قانون این حیات بود، حیات جاودانی بود. و اون موقع آدم اتوماتیک شروع میکرد تمام صفتهای خدا رو زندگی کردن، محبت، عدالت، شادی توش، آرامش، تمام چیزهایی که در خداست، انسان اینو زندگی میکرد. احتیاج به قانون نبود، چون این قانون حیات، این دی ان ای خدا درونش قرار گرفته بود. فقط اینجا نگاه میکنیم که از زمانی که آدم و حوا انتخاب کردن از این بزد شیطان برداشتن، پس چه اتفاقی افتاد؟ دانه یا ژن شیطان در انسان قرار گرفت. انسان گناهکار شد. یعنی انسان دیگه تمام، الان اینطوری بگم، تمام رفتارهای شخصی شیطان که 100% علیه خداست در انسان قرار گرفت. حسادت، خشم، دروغ، تظاهر و تمام چیزایی که گناهایی که میتونیم اسم ببریم در انسان قرار گرفت. همینطوری یک گربه‌ای که به دنیا میاد شروع میکنه به میاو کردن و همینطوری حرکت کردن، و یه سگی که واوا میکنه و خیلی خوب میتونه بدوه، انسان
از طریق شخصیت شبیه شیطان شد، طبیعتاً شروع میکنه به گناه کردن، چون ریشه این گناه در انسان قرار گرفت. ما عزیزان، اینم دفعه گذشته گفتم، ما یاد نمیگیریم چطور گناه کنیم، ما طبیعتاً گناه میکنیم. نه؟ و بعضی وقت میخوای جلوشو بگیری، بعضی وقت میگه نمیخوام این کار این انجام بدم، چون در وجدان تو خدا این نوشته چی خوبه چی بده. فقط میبینی که دائما شروع میکنه طبق طبیعت گناه کردن. شاید مثلا بتونی جلوی دهنت رو بگیری برای دروغ گفتن، فقط گناهایی هست که نمیتونی جلوشو بگیری، مثل حسادت که از کمبودی میاد. آدم ها با گناه کردن، نتیجه چی بود؟ احساس عریانی میکردن، خدا جدا شده بود، انسان دیگه به یه جایی قرار گرفته که واقعا خودشو ترد شده احساس میکرد، به درد نمیخورم. و در ته قلب نفس انسان اینو نوشته شده، انسان خودشو یه جوری ترد شده احساس میکنه در ته قلبش. در حال اینو باید طبق کتاب مقدس اینجا گفته باور کنیم که انسان زمانی که گناه وارد شد، گناهکار شد، از رحمت خدا، از جلال خدا، از محبت خدا دور شد، مستقل شد و ثمراشو میبینیم که در زندگی ما چه تأثیری روی زندگی ما میذاره. هیچ موقع فکر میکنم بچه های کسانی که اینجا بچه دارن، هیچ موقع بچه هاتون یاد نمیدین که چطور گناه کنن، برعکس بچه هاتون یاد میخواییم بدین که گناه نکنین، یعنی دروغ نگو، راست بگو. فقط میبینی که دوباره طبق طبیعت دروغ میگن یا حسادت دارن یا حکم میکنن، بدی کسی رو میخوان، غیبت میکنن. از اون زمان به هر حال میبینیم که انسان که گناهکار شد طبق طبیعت گناه میکنه. الان من سعی کردم یک مثالهایی برای شما آماده کنم که تقریبا بتونیم با فکر خدا یکم بیشتر آشنا بشیم. عیسی هم از زمانی هم که صحبت میکرد خیلی با مثلها صحبت میکرد که بتونیم با فکر خدا آشنا بشیم. منم الان این دوتا درخت هایی که اونجا هستن، این دوتا درخت ها رو من سعی کردم الان چیز کنم، درخت های مختلف بذارم که شکلاشو فرمشو فرق میکنه. اینجا یه درخت اناره و اینجا یه درخت موز. الان این یک مثالی هست که فقط بتونین درست متوجه بشین. اینجا میبینیم که مثال میگم خدا یک خدای اناره، درخت اناره ببخشید، درخت اناره. و زمانی که خدا ما رو خلق کرد، اینجا مثلا میگم چیز درخت حیاتی که اونجا گفته درخت از این درخت حیات بخوریم، مثلا الان این اناره. زو پس زمانی که خدا میگه که انسان رو به شباهت ما، شبیه ما و همینطور هم صورت ما خلق کنیم، یعنی خدا دنبال این بود که ما انار بشیم. در فکر خدا بود، چون خدا درخت اناره. و این درخت معرفت نیک و بد که اینجا ببینیم که یک درختی هست، یک درخت موز، خود شیطان بگیم که مثل اینکه درخت موزه. سو الان دو تا درخت های مختلف هستن که الان آدم و حوا اونجا ایستاده بودن و زمانی که آدم از این درخت معرفت نیک و بد خورد، یعنی از این بذر دانه موز خورد و توی قلبش اونجا قبول کرد، پس آدم چی شد؟ از طریق شخصیت، از طریق میوه چی شد؟ موز شد. شکلش فرق میکنه، رنگش فرق میکنه، اینجا هیچ دانه هایی نیستن، اینجا میبینی که دانه های زیادی هستن، همه چی فرق میکنه.
و زمانی که میگم ما طبق طبیعت ما گناه میکنیم، یعنی ما طبق طبیعت الان موز هستیم. هر شخصی که در این دنیا به دنیا میاد الان موز به دنیا میاد، یعنی گناهکار به دنیا میاد. خدا در فکرش چی بود؟ انار بود، چون خودش ماهیتش ذاتش اناره، مزش همه چی اناره. الان مزش رو اینطوری چیز میتونیم بگیم که خدا محبته و خدا دنبال این بود که ما محبت بشیم. این خاطر گفتم که در افسوسیان میگه که خدا قبل از بنیاد عالم ما رو انتخاب کرد یا خلق کرد که ما در حضور او محبت بی عیب و با محبت بی عیب و مقدس باشیم. تمام ماهیت خداست، خدا قدوسه، ما هم مقدس باشیم، خدا بی عیبه، هیچ بدی وجود نداره، ما هم باشیم و خدا محبته و این محبت خدا در ما قرار بگیره، نه محبتی که در این دنیاست. به این خاطر از زمانی که آدم دیگه این از این بذر خورد، دیگه خودش گناهکار شد، یعنی طبق طبیعت ما گناه میکنیم. پس دو تا درخت های مختلف هستن و زمانی که نگاه میکنیم میگیم که الان یک موز آیا میتونه با قدرت خودش میتونه تبدیل بشه به یا عوض بشه به انار؟ ممکن است؟ موز موز میمونه. زمانی که نگاه میکنیم به کتاب مقدس، تو کتاب مقدس زمانی که باز میکنیم شروع میکنیم به خوندن، در مورد دو تا میوه هایی تو کتاب مقدس صحبت میکنه، در مورد خدا صحبت میکنه، خودش صحبت میکنه، در کتاب مقدس خودش رو معرفی میکنه، درسته؟ از طریق این شریعت و از همین قانون ها و همینطور هم داستان هایی که اینجا میشه و همینطور هم اونجا معرفی میکنه گناه رو، گناهکار یا همینطور هم شیطان رو. پس زمانی که کتاب مقدس رو که باز میکنین، الان از طریق میوه میخوام بگم که از دو تا میوه هایی صحبت میکنه، از خودش تعریف میکنه و همینطور هم از موز تعریف میکنه. تقریبا مثال بگم اینطوری باشه، اینطوری است. زمانی که کتاب مقدس رو باز میکنه اینجا میگه که ببین انار این مزه رو میده، این رنگ رو میده، و زمانی که بخوای پوستش رو بکنی پوستش خیلی نازکه و یه عطر مخصوصی هم میده. و همزمان هم در مورد موز صحبت میکنه، موز اصلا دانه ای نداره، رنگش زرده و طولانی هم هست، یعنی درازه، و همینطورم یکم هم کجه، یعنی در مورد دو تا میوه های مختلف صحبت میکنه. زمانی که پس ما کتاب مقدس رو ور میداریم و شروع میکنیم به خوندن، چه چیزی متوجه میشیم؟ الان سعی کنیم با این دید نگاه کنیم، کتاب مقدس در مورد دو تا میوه های نوشته و تو الان کتاب مقدس رو ور میداریم و شروع میکنی به خوندن، به چه نتیجه میرسی؟ چی فکر میکنی؟ چی؟ الان خودتون الان نه نه الان خداوند یعنی شیطان رو چیز رو بردارین، الان شیطان رو خدا رو بردارین، دو تا میوه هایی هستن. یک کتاب چی میگن؟ یک کتاب چیزه چی میگن؟ گود. زمانی که شروع میکنی به خوندن در مورد موز، مثلا که خصوصیت های موز رو میخونی و چی به خودت نگاه میکنی و به این چیزی که نوشته نگاه میکنه، به چه چیزی متوجه میشه؟ و همون زمان هم مثلا این صفحه دیگه در مورد انار نوشتی و تو الان کی هستی؟ چی هستی؟ یعنی تو الان مثال میگم تو موزی، درسته؟ گناهکار هستیم دیگه. تو زمانی که در مورد این موز صحبت میکنی میگه
منم، این در مورد من صحبت میکنه، درسته؟ میگه که گناه زرده، نگاه میکنی من زردم، گناه پوست کلوف داره، نگاه میکنی منم، و همینطور هم دانه ای نداره، نگاه میکنی. پس کتاب مقدس رو میخونی با کی آشنا میشی؟ با خودت آشنا میشی، متوجه میشی که ای در مورد این صحبت میکنه. الان مثال میگم، همزمان الان بگیم که انار رو نگاه میکنی، قرمزه، نگاه میکنی به خودت، نه قرمز نیستم، دانه هایی داره، میگی که دانه هایی ندارم، پوستش نازکه، نه پوست من کلوفته. پس زمانی که کتاب مقدس رو میخونی، تو اونجا متوجه میشی تو کی هستی، چی باید میشدی، الان چی هستی. میری کتاب همون پیدایش رو میخونی، خدا منو به شباهت خودش خلق کرده که سلطنت کنم، شباهت خودش یعنی انار. بعد از این میخونی میبینی که نه، من انار نیستم، من موز هستم. پس زمانی که کتاب مقدس رو میخونی، به شناخت خودت میرسی و همینطور به شناخت خدا میرسی، طبیعت خدا رو نگاه میکنی، ماهیت خدا آشنا میشی. الان زمانی که مثال میگم تو موز هستی، الان نگاه میکنی و به اون نتیجه میرسی، میگه یا درست، من موز هستم، من گناهکار هستم. الان تو کتاب مقدس هم برای در مورد این خصوصیت های انار نوشته شده. مثلا الان از طریق شریعت میگم، اونجا خداوند در متی باب 5 6 7 در مورد شریعت اینجا صحبت میکنه. مثال میگم که قتل نکن، به تو گفتم که قتل نکن، یعنی در عتیق نوشته، من به شما میگم اگر تو به برادرت بدگویی کنی و همینطور هم فحش بدی، میگه تقریبا مثل این که تو قتل کردی. متوجه شدی؟ از دید ما قتل کردن چیه؟ آدم رو کشتنه. از دید خدا میگه که با دهنت تو میتونی که بدی که میکنی یک شخص رو بکشی. درسته یا نه؟ این تجربه رو همه ما کردیم، نه؟ خودمون کردیم و افراد با ما کردن، دلمون شکوندن، و مخصوصا که اینطوری از کسی که انتظار نداری و دوستش داری و این کار انجام میشه، واقعا قلبت میتونه اونجا شکست بخوره. همینطور هم در مورد این کتاب، در مورد این شخصیت یا ثمره این میوه انار اونجا نوشته، یا از طرف از خودش که نوشته، میگه که دشمن خودت رو دوست داشته باش و برش دعا کن. این خصوصیت اناره. دشمن کسی که به تو بدی کرده محبتش کن. این طبیعت، این ماهیت، این دی ان ای خداست. اوکی؟ الان به خودم نگاه میکنم، میبینم که در این انار این شخصیت نیست، این طبیعت نیست. در انار یک طبیعت، در موز یک طبیعتی است که دشمن خودم رو باید برحال از بین، یا از بین ببرم، یا کوچیکش کنم، یا برحال علیش بجنگم و رو از بین ببرم. پس میبینیم دو تا چیزای مختلف هستن، طبیعت مختلف هست. اگر من از این درخت حیات میخوردم، از این انار میخوردم، انار میشدم، میتونستم دشمن خودم رو دوست داشته باشم، چون محبت در ما قرار گرفته، طبیعت خدا در ما قرار گرفته، و اون موقع اتوماتیک دیگه میتونم محبت کنم. فقط چون آدم و هوا گناهکار و ما هم از نسل آدم و هوا هستیم، همه ما، ببخشید اینطوری بگم، همه ما تقریبا موز، نه تقریبا، مثلا موز هستیم. تمام دنیایی که خدا از بالا نگاه میکنه، قبل از اینکه عیسی مسیح بیاد، تمام دنیا رو که نگاه میکرده، همه رو موز میبینه، همه گناهکار هستن. و زمانی که عیسی مسیح به دنیا آمد، از به وسیله روح القدس آمد در رحم مریم، اینم برای توی قرآن هم نوشته شده،
نه نوشته روح خدا آمد و همینطورم در رحم مادر و به هر حال عیسی به دنیا آمد. بعضی وقت افرادی که میگن که خدا فرزند نداره، بعضی وقت همینطور میپرسم میگم که اوکی مادر عیسی مسیح کی بود؟ میگن مریم. گفتم خب پدرش کی بود؟ به هر حال یه پدری باید داشته باشه، همون پدری است که به وسیله روح القدس در اون قرار گرفته، که ما میگیم پسر خداست، که میگن که خدا پسر نداره. قرار این پارانتز رو بگذاریم کنار. و زمانی که عیسی مسیح آمد، الان کی آمد در این دنیا؟ موز آمد یا انار آمد؟ انار آمد، نه؟ از خدا، چون خدا اناره، یا روی انار آمد در رحم مادر عیسی. و این بچه‌ای که به دنیا آمد، گناهکار به دنیا نامد، از نسل آدم و هوا به دنیا نامد، اسپرم آدم و هوا به دنیا نامد، بلکه اسپرم که روح خدا، از روح خدا به دنیا آمد. متوجه هستیم؟ به این خاطر زمانی که عیسی مسیح زندگی میکرد، از فیزیکی انسان بود، بعد از روحی خدا بود، انار بود. به این خاطر هر جایی که میرفت، هر صحبت هایی که می کرد، هر کارهایی که می کرد، این بوی انار رو می داد. پوست انار رو داشت. یعنی مهربانی خدا بود، محبت خدا بود، صبر خدا بود، رحمت خدا بود، زیبایی خدا بود. هر جایی که می رفت، شفا می داد، آزاد می کرد، می بخشید. پس زمانی که عیسی مسیح رو که نگاه می کنی، می بینی که انار در راه رفتن بود. و زمانی که عیسی مسیح قبل از اینکه شروع کنه به خدمت کردن در سن 30 ساله، زمانی که تعمید گرفت از آب آمد بیرون، در متی باب 4 و همینطورم لوقا باب 4 اینجا نوشته و میگه که یه صدای از بالا آمد، امیدوارستم خونده باشید، و گفته که این پسر محبوب من هست که از او خوشنود هستم. منظور چیه؟ اینو اعلام میکنه نه فقط برای عیسی مسیح، که عیسی مسیح باید سی همینطور چون پسر خداست و پسر انسانه میشنید، خودش هم میدونست، از روح میدونست که پسر خدا هستم. بعد اینجا خدا میگه که این پسر محبوب من هستم که از او خوشنود هستم. یعنی میخواد خدا تقریبا مثل که به تمام دنیا، به تمام بشریت بگه که ای بشریت، ای آدمای این زمین، فکری که از ابتدا داشتم که میخواستم انسان رو خلق کنم که شبیه من باشی، به عیسی مسیح نگاه کنید. این فکر من بود برای شما. من از اول اینو میخواستم. گوش میکنید؟ یعنی اون الگویی هست. یا میتونم بگم که ای بشریت، اگه از این آدم و هوا، از این درخت نه معرفت و بد، خوب و بد، بلکه از این درخت حیات میخورد، همه شما مثل عیسی میبودین. چون عیسی مسیح از روح خدا مولود شد، ما هم از این درخت حیات که روح خداست که مولود میشد، یعنی برمیداشتیم، شبیه خدا، دی ان ای ما، دی ان ای خدا در ما قرار میگرفت. متوجه از این ذاته، ماهیت خدا در ما قرار میگیره. با خدا اون موقع در روح با خدا یک میشدیم و اونجا رشد میکردیم، بزرگ میشدیم، پر از جلال خدا، زیبایی خدا، تمام صفتهای خدا در انسان قرار میگیره. فقط متاسفانه که آدم و هوا و خدا این حق انتخاب رو به آدم و هوا داد، چون ما رو شبیه خودش خلق کرد، اینا انتخاب کردیم. پس بعض شیطان در انسان قرار گرفت، انسان گناهکار شد، انسان مزد شد. به این خاطر ما با قدرت خودمون، همینطور که یک مزد نمیتونه با قدرت خودش تبدیل بشه یا عوض بشه به انار، ما هم نمیتونیم با انجام دادن شریعت خدا و کار کردن، نمیدونم تلاش کردن،
نمیتونیم شبیه خدا بشیم. ما جسمانی هستیم، خدا روحانی، موجود روحانیه و ما موجود جسمانی هستیم. در روح هیچ چیزی نداریم با خدا، ارتباطی نداریم، چون روحانی نیستیم. تقریبا مثل یک رادیو یا تلویزیون که برمیداری، اونجا یک گیرنده هست، یک فرستنده هست، درسته؟ الان فرستنده هست، فقط گیرنده نیستیم. ما نمیتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم، چون انسان گناهکار شد. یعنی خدا زمانی که آدم و حوا گفتن که ما میخوایم مستقل بشیم، تقریبا این گیرنده رو از خودمون دور کردیم. مثال میگم که متوجه بشید دیگه هیچ ارتباطی اینطوری با خدا نمیتونیم داشته باشیم. برحال انسان سعی میکنه، برحال مذهب هایی که هزار تا مذهب هایی که به وجود آمدن، این مذهب ها همه چیزهایی هستن که الان از طریق شیطان یا از طریق هر فکر انسان به وجود آمده، که سعی میکنیم با این مذهب، با این دین ها میخواییم یه کاری انجام بدیم که برحال با خدا ارتباط برقرار کنیم و همینطور هم برای رضامندی خدا رو به دست بیاریم. و همینطور هم که یک موز نمیتونه تبدیل بشه، انسان نمیتونه برای برگرده با قدرت خودش، با دانش خودش، نمیتونه برگرده به اون هدف اصلی خدا. غیر ممکنه. در قرن 21 که نگاه میکنیم، دانش انسان چی شده؟ پرورش پیدا کنه، پیدا کرده. انسان برای در این قسمت ها خیلی از طریق بیولوژی، از طریق خیلی چیزای مختلف، اونقدر زیاد دیگه پرورش پیدا کرده. خیلی چیزایی هست که انسان میدونه. فقط همزمان میبینیم که این دنیا روز به روز خرابتر میشه و حتی گناه وحشتناکی بیشتر و بیشتر پیدا میشه در این دنیا. و به هر حال انسان بیشتر و بیشتر از حضور خدا، از جلال خدا دورتر و دورتر میشه. اینجاست که همینطور که هفته گذشته در مورد گفتن که افسانه هایی هست که ما درست میکنیم. افسانه یه چیزی هست که در حال انسان در مورد کتاب هایی که نوشته میشه، افسانه هایی که نوشته میشه در مورد یه قدرت شریره و یک قدرت خوب مثبته، و اونجا وسط ما قرار گرفتیم. این اژدها هاست که با آتش خودش این شاهزاده خانم رو به دست گرفته و میخواد از بین ببره. ما انسان هستیم و همینطور هم چطور شاهزاده هست که روی اسب سفید میاد و اونجا میخواد ما رو نجات بده. انسان احتیاج به یک کمکی داره، یک کسی باید بیرون از این دنیا بیاد که انسان رو نجات بده. این کار انسان نیست که بتونیم از موز به انار اینجا تبدیل بشیم. احتیاج به کمک داریم و اینجاست که خود خدا باید وارد این دنیا بشه که بتونه ما رو از این برحال از این دوری از خدا، از نقشه خدا، دوباره ما رو برگردونه به نقشه خودش. دوباره میخوام اینجا متوجه شه، هدف خدا فقط این نیست که بیاد اینجا به ما برکت بده، که زندگی خوبی داشته باشیم در این دنیا. میخوام درست متوجه بشین که الان من ایمان میارم به عیسی مسیح که زندگی خوبی داشته باشم. هدف خدا این نیست. هدف خدا خیلی بزرگتر از این که ما فکر میکنیم. هدف خدا اینه که ما رو نه فقط نجات بده، بلکه برگردونه به نقشه اول خودش، که ما یک روز نه فقط وارد بهشت بشیم، بلکه اون فکری که داشت ما شبیه خدا بشیم. از طریق اخلاق، از طریق شخصیت، از طریق ماهیت و تمام صفتهای خدا رو زندگی کنیم. این میشه حیات، این میشه زندگی کردن و همزمان در ابدیت با خدا حکومت کنیم. همینطور که اعلام اول خدا برای انسان، انسان رو
به صورت ما شبیه خدا خلق، شبیه ما خلق کنیم که بتونن سلطنت کنن. برای این ما خلق شدیم. و زمانی که انسان صعود کرد، حالا خدا میخواد بیاد ما رو دوباره برگردونه، از موز ما رو تبدیل کنه به انار که بتونیم بریم و برگردیم به نقشه اول خدا. ما فقط بعضی وقت هست که فقط در این دنیا فقط برکت میخواییم. فقط بعد از این دنیا چی میشه؟ فکر خدا، هدف خدا خیلی عظیمتر، پرشکوهتری است از که ما فکر میکنیم. خدای خالق ما زمانی که آشنا میشیم میگم چه فکرای زیبا، نقشای زیبا، عشق عالی برای تک تک ما داره. چقدر ما رو عالی خلق کرده، چه چیزایی عطاهایی، چه چیزایی به ما بخشیده که ما هیچ اطلاعی نداریم. ما فقط بعضی وقت فقط دنبال یه برکت هایی هستیم، دنبال هستیم که خدا من برکت بده که بتونم نرمال زندگی کنم، بتونم صبح بیدار بشم بدون نگرانی، شب بتونم راحت بتونم بخوابم. ما دنبال این چیزهایی هستیم. این چیزهایی هستن که زمانی که وصل میشی، زمانی که این بست، این انار در تو قرار میگیره، تمام چیزهای خصوصت هایی که در خدا در ما قرار میگیره، اونجاست که وصل میشیم به اون آرامش، این محبت، به این صلح و سلامتی و خیلی چیزهای دیگه، و اونجاست شروع میکنیم رشد کردن. پس حرکت باید از خدا بیاد. شاهزاده باید بیاد ما رو از این اجرها که خود شیطانه آزاد کنه. اینجا هم یک چیزی که هست، یک تنابی هست که اینجا از بالا افتاد. یعنی ما باید، اینجا میگه که کمک باید از آسمون بیاد، از جانب خود خدا. خدا خود باید وارد عمل شود. در غیر این صورت ما از دست رفته ایم. و خدا ما رو خلق نکرده که ما رو بندازه توی جهنم. کلام خدا میگه که خدا جهنم رو برای شیطان و فرشته های شیطان خلق کرده و یک روز شیطان داوری خواهد شد. شیطان موزه، درخت موزه، و یک روز این درخت موز با تمام ریشه هاش انداخته شد توی جهنم. همزمان کسانی که موز هستن و قبول نمی کنن و دوست دارن موز بشن، بمونن و قبول نمی کنن و باور نمی کنن به اون نقشه‌ای که خداوند داد، متاسفانه اون هم میرن توی جهنم. فقط هدف خدا این نیست که، دوباره میگم، ما رو بندازه توی جهنم. هدف ما اینه که، هدف خدا اینه که ما به حقیقت برسیم، به شناخت خدا برسیم، به محبت خدا برسیم، به اصلا کلا با حقیقت آشنا بشیم که خدا برای چی ما رو خلق کرده. به این خاطر توی این جلسه اول اینجا مخصوصا این نقشه خدا رو باز کردم که متوجه بشیم که خدا با دنبال یک چی بود؟ خانواده بود. به این خاطر ما رو خلق کرده. انگیزش محبت بود. با محبت خدا ما رو خلق کرده. برای محبت خلق کرده. و اونجاست که ما باید برسیم. انسان دور شده، الان خدا که محبت، پس باید قدم برداره و بیاد ما رو از این دنیا، از این، نه از نیت، نه از این دنیا، بلکه از شیطان و از این اسارت شیطان آزاد کنه. در کتاب مقدس هم زمانی که توی عهد عتیق نگاه میکنیم، اونجا گفتم که هر چیزایی که توی کتاب مقدس نوشته یک معنی داره، یک سمبولایی هست، از طریق سمبولا خدا با ما صحبت میکنه که بتونیم درست یه تصویری درست داشته باشیم چه کاری از خدا من میخواد انجام بده. و در مورد موسی شنیدین، در مورد قوم اسرائیل شنیدین که خداوند اول به وسیله ابراهیم رو خواند و بعد از این به وسیله ابراهیم بران یعقوب، بعد از این 12 تا فرزندان یعقوب که خدا اسرائیل رو اونجا، یهودی‌ها رو انتخاب کرد و
بعد از این داستان رو که میبینیم که چه توی خروج هم چه نوشته توضیح داده که چطور توی مصر زندگی میکردن و چطور در این اسارت مصر اونجا شکنجه میشدن. و اینجا همه چی که نگاه میکنه میبینیم که یک داستانی هست که واقعا اتفاق افتاده، فقط از خدا از این طریق این داستان هم میخواد یه چیزی هم به ما هم نشون بده که در روح خدا چه کارهایی میخواد انجام بده. زمانی که این چهار تا سمبولایی از زمانی که مصر رو نگاه میکنیم، مصر سمبول دنیاست، فرعون سمبول شیطانه، و همینطور اسرائیل سمبول قوم خداست، و همینطور موسی سمبول عیسی مسیحه. که زمانی اسرائیل زیر تسلطش این فرعون زندگی میکردن، برده ها بودن، هیچ کاری نمیتونستن به جان آزاد بشن. چطور خدا موسی رو خوانده و موسی رو بلند میکنه و میگه که الان من میخوام قوم خودم رو از این اسارت بیرون بیارم، اسارت مصر، اسارت شیطان، اینطوری بگم اسارت فرعون. و از این داستان میتونیم خیلی چیزها رو یاد بگیریم. به هر حال اینجا موسی اینجا نیومد اینجا بجنگ با فرعون، بلکه خدا بلاهایی روی چیز آورد، روی مصر آورد. و بعد از این خدا یه قانونی داد به موسی، گفته که الان اول میگه که من این نخست‌الوده های این کشور رو همه رو خواهم کشت، و بعد از این میگه که من میخوام قوم خودم رو، اسرائیل رو از این اسارت بیرون کنم، یعنی قوم خودش رو از این اسارت. چطور؟ گفته که این قانون رو گذاشته، گفته که یک بره یا یک حیوانی بیاریم و اونجا این حیوان رو قربانی کنین و از این خون این قربانی بردارین و روی این خانه های خودتون، در خانه های خود اینجا بمالین. و یک شب این فرشته مرگ از اونجا عبور خواهد کرد، هر جایی که این خون رو خواهد دید از اونجا عبور خواهد کرد، و در هر خونه ای که اونجا خونی نباشه، اونجا نخست‌الوده این خانواده و هر چیزی میتونه باشه کشته خواهد شد. این یک نشانه ای هست که چطور خدا میبینید که این قربانی بایستی میکردن. نشانه چی بود؟ یادتون از هفته گذشته صحبت کردیم، قربانی چی؟ قربانی یعنی نشانه اینه که واقعا ما گناهکار هستیم، ما باید بمیریم، فقط یک کسی جای ما کشته شد، جایگزینی. و خدا این قانون رو گذاشت به این خاطر زمانی که اینجا این قربانی رو میکردن، خون رو میمالیدن، یعنی اعتراف میکردن ما واقعا گناهکار هستیم. فقط به خاطر رحمت خدا الان این قانون رو گذاشته که این گوسفند رو بکشیم، یعنی خون باید ریخته بشه که گناه های من پوشیده بشه. و اینجا موسی بود که بعد از این اسارت چیز مصر بیرون آورد. و بعد از این هم که نگاه میکنیم میبینیم که آمدن اینجا توی این چیز دریای سرخ بود، با اونجا ایستادن، گفتن که چطور میتونیم عبور کنیم. بعد این خدا گفته که با این عصا بذار و این دریا جدا شد از هم دیگه. یادتون هست، نمیدونم اگه بریم بخونین در خروجه، و از اونجا عبور کردن و تمام دشمن ها که اونجا آمدن، مصر، تمام این سربازه که آمدن، زمانی که اسرائیل از اونجا رد شد و این دشمن ها وارد این دریا شدن و یه دوباره این آب ها آمدن و در تمام این دشمن رو کشته شد و قوم اسرائیل واقعا رهایی پیدا کرد. این تمام داستانی که اینجا اتفاق افتاده نشانه کاری هست که خداوند به وسیله عیسی مسیح در این زمان، یعنی 2000 سال پیش انجام داد. و این رودخونه هم که نگاه میکنی که از اینجا عبور کردن، نشانه تعمیده که آخرین جلسه اینجا در مورد صحبت خواهیم کرد، که دیگه خلاصی کامل پیدا میکنیم از شیطان و از تمام قدرت‌های شیطان.
و اینجاست که نگاه میکنیم با این زاویه. من پیشنهاد میکنم برین این خروج در عتیق از اول شروع کنیم به خوندن. اینجا خدا به هر حال از طریق داستان زندگی ما رو نشون میده، چطور یک روزی یک کسی خواهد آمد، فقط اون موقع دیگه گوسفند نخواهد کشت، بلکه خود خدا میاد اونجا قربانی میشه برای ما، که در موردش صحبت خواهیم کرد. عزیزان، هیچ شخصی نمیتونه نجات پیدا کنه با قدرت خودش، با فکر خودش. هیچ شخصی نمیتونه رضامندی خودش به دست بیاره با کارهای خودش، با رفتار خودش، با اخلاق خودش. خدا باید به میون بیاد، خدا باید تو رو نجات بده. و اینم با عشقش، اینم با رحمتش که به وسیله عیسی مسیح دیدیم که انجام داد. خدا باید این بذری که در ما هست، این دی ان ای شیطانی که در ما هست، هیچ کسی نمیتونه برداره. خداست که باید بیاد این دی ان ای ما رو برداره و دی ان ای خودش رو بذاره، که بتونیم این شخصیت، ماهیت، صفتهای خدا رو زندگی کنیم. یادتون هست اولی معجزه که عیسی مسیح کرد چه کاری بود؟ تبدیل آب به شراب. آب نشانه برحال حیاته که خدا به ما حیات داده، و چطور خدا میاد، شرابم سمبول شادیه، یا و همینطورم چیزم سمبول، اگه بخونی میگه که عیسی مسیح میگه من تاک هستم، شما شاخه هایی هستیم، در یوحنا باب 15 است. اینجا در مورد انار، در مورد چی؟ انگور صحبت میکنه، یا سمبول برای روح خداست. و چطور خدا میاد حیات رو که ما هستیم، که به هر حال حیات نرمال داریم، نفس میکشیم، فقط حیات واقعی نیست که خدا داره، و چطور میاد تبدیل میکنه معجزه آثار. تقریبا مثل این که خدا معجزه آثار میخواد از ما که ما موز هستیم تبدیل کنه به انار. اینجاست که ما باید فقط بعد از چیز صحبت میکنیم تسلیم بشیم، باور کنیم و بخواهیم. و مطمئن هستم شما سعی کردین، همه شما سعی کردین آدم های خوبی بشین، کردار خوب، رفتار خوب، چی بود؟ کردار خوب، پندار گفتار نیک، همه چی رو سعی میکنیم. هفته گذاشتم صحبت کردم، خیلی دین ها مذهب هایی هستن. تو فلسفه یا تو دین، تو مذهب هندویسم بود، اونجا میگن که ما باید به اون اتحاد به خدا برسیم، ما باید اصلا کلن از همه چی جدا بشیم، تک تنها باشیم، که فقط بتونی با خدا اینجا ارتباط، یعنی از همه چی رهایی پیدا کنیم، که اون موقع واقعا آزاد بشیم. این دروغ شیطانه. خدا ما رو خلق کرده، ما رو خانواده با هم ارتباط داشته باشیم، با محبت با هم رفتار کنیم. آمین. خدا دنبال خانواده است، نه دنبال اینه کنار بکشی اینجا 10 سال تک تنها زندگی کنی، که به اون نمیدونم یادم رفت به اون چی عرفان برسی. بلکه خدا میبینی که در مورد پدر، پسر، روح القدس صحبت خواهیم کرد، یک مشارکت محبت صمیمانه است. این کیفیت، این مزه، این بوی اناره ما باید بدیم. به این خاطر خود خدا باید یک کاری انجام بده. الان بعد از پازه وقت هم خواهیم گذاشت، یکم میریم جلوتر ببینیم که چطور خدا چه رایی پیدا میکنه که ما رو از این درد و بلا، از این گناه، از این ریشه موز آزاد کنه، از این بذر موز، از دی ان ای موز آزاد کنه. آمین. وقت خوبی داشته. امیدوار هستم
خوب استراحت کرده باشین، چای شیرین و حالا به این نتیجه رسیدیم که گفتیم که کمک باید از کجا بیاد؟ از خود خدا. انسان چی میکنه؟ تسلیم. یعنی خدا فقط ما باید به اون جایی برسیم که واقعا تسلیم بشیم و دیگه از این که سعی کنیم، کوشش کنیم یک کاری انجام بدیم برای خدا، انسان نمیتونه. انسان غیر ممکنه بتونه یک کار کوچیکی برای خدا انجام بده که رضامندی خدا رو به دست بیاره. چون هر چیزی هم که انجام بده از ریشه خودمحوری انجام میده. جلال خودش به دست میاره. و خدا میخواد به یه جایی ما رو ببره که آخر این مهر و محبت و فیضش و رحمتهای خودش رو میریزه روی ما و کاری که خودش باید انجام بده که آخرش واقعا خودش هم جلال رو پیدا کنه. سوال ما گفتیم که انسان کاری نمیتونه بکنه. الان همینطور که موسی در عهد عتیق میبینیم که چطور خدا موسی رو انتخاب کرد که بتونه قوم اسرائیل رو از اسارت آزاد کنه. الان میخوایم ببینیم که خدا چطور میتونه رهایی پیدا کنه، یا خدا چطور میتونه، چه کاری باید انجام بده، چه گونه خدا عمل میکنه. اینجا قسمت سوم. خدا وضعیت بشر را میداند و میبیند. خود عیسی مسیح که در باب 9 متا اونجا آمد، خدا وارد شد در این سرزمین و اونجا کلام خدا میگه و چون جمیع کسی رو دید دلش برای ایشان بسوخت، زیرا که مانند گوسفندان بیشبان پریشان حال و پراکنده بودند. وضع دنیاست. اینجا فقط نه قوم اسرائیل رو میگه، بلکه میگه اصلا کلن این وضع دنیا اینطوریه که و خدا ناتوانی و چی؟ عجز ما رو خدا ناتوانی و عجز ما رو میبیند. دوباره میتونی ادامه بدین، بلند بخونی. خدا گم شده، خدا گم شدگی، نابینایی و ناشنوایی ما رو میبیند. خدا میخواد، خدا میخواهد با ما رابطه داشته باشه و ما را به هدف برساند، به کاملیت. اما خدا می داند که نقشه او زمانی انجام می شود که خود وی دست به کار شود. آمین. آن دانه و بذری که در باغ عدن وعده داده شده بود بایستی می آمد. او آن شاهزاده ای است که بایستی می آمد و سر اجدها را میکوبید تا شاهزاده خانم را نجات بدهد. آمین. شاهزاده خانم کیه؟ ما هستیم. اجدها همین شیطانه و خود خدا باید بیاد و خود وضع انسان رو میدونه. این خاطر هم زمانی که عیسی مسیح هم آمد، جمعی اصلا قوم خودش رو دید، گفته واقعا وضعشون نه فقط خرابه، واقعا گم شده هستن و از طریق روحانی کور و کر و نمیتونن با خدا ارتباط داشته باشن. به این خاطر ما هم الان متوجه شدیم که با قدرت خودمون نمیتونیم عوض بشیم و نمیتونیم برگردیم به نقشه خدا. در رومیان باب 3 آیه 20 اینجا میگه که از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است. از شریعت دانستن گناه است. زمانی که کتاب مقدس رو باز میکنی و شروع میکنی به خوندن، همینطور که گفتم در مورد دو تا میوه های صحبت میکنه و میگه که عدالت، کسی که در عدالت زندگی میکنه بوی انار رو میده، کسی که گناهکار بوی
این شکل انار شکل موز. پس زمانی که شریعت رو میخونم پس متوجه میشم من گناهکار هستم. و زمانی که افرادی هستن که در قرنهای اول سعی میکردن با قدرت خودش با قدرت خودشون بتونن شریعت خدا رو انجام دادن، این میشه از مسیحیت، افرادی بودن از مسیحیت یک دینی یک مذهبی ساختن. یعنی انسان یه موز سعی میکنه میگه آها الان ما گناهکار هستیم و الان اونجا کتاب مقدس اینجا نوشته که ما باید اینطوری باشیم اینطوری باشیم اینطوری باشیم اینطوری باشیم، این در این نباید باشیم این نباید باشیم، این چه چیزی اجازه دارم چه چیزی اجازه ندارم. و بعد از این سعی میکرده با قدرت خودشون الان ما میخوایم شریعت رو انجام بدیم. به این خاطر مسیحیت یعنی بیشتر مسیح، از مسیح یک دینی یک مذهبی ساختن. و خیلی متاسفانه کلیساها و مخصوصا در این قرنهای اول کلیساهای کاتولیک کارهایی کردن که واقعا میتونم بگم که کلن از نقشه خدا بیرون آمدن و اونجا یک انعکاس اشتباهی اونجا به این دنیا معرفی کردن که انسان باید حالا با قدرت خودش حالا سعی کنه شبیه خدا شده شریعت رو انجام دادن. و اونجا ببینید که مارتین لوتار بود در قرن 15 هم بود که وارد شد و خدا به او این مکاشفه رو داد که گفته که نه، انسان به وسیله ایمان و فیض خدا نجات پیدا میکنه نه عمل. قبل از این به هر حال کلیسای کاتولیک بود که سعی کردن با قدرت خودش. و اینجا مارتین لوتا یک انقلابی آورد، یعنی بیشتر نه مارتین لوتا آورد بلکه خدا بود که به وسیله مارتین لوتا که اونم خودش هم کاتولیک بود این انقلاب رو آورد که افراد آزاد بشن از این شریعت که بتونن همه به وسیله ایمان و فیض خدا بخشش خداست که بتونن ایمان بیارن به عیسی مسیح و نجات پیدا کنن. پس خدا در این قسمت زمانی که میگه که از شریعت نه بلکه چون که شریعت دانستن گناه است، ما پس با شریعت انجام دادن شریعت هیچ کسی نمیتونه نجات پیدا کنه. الان برادرمون اسلام میتونی اینو بلند اینا بخونین. خدا می اندیشد باید حکمی بیاورد که عادلانه باشد، که شامل همه باشد تا بتوانند آن را اجرا کنند. با هیچ کس نباید با بی‌عدالتی رفتار شد. شریعتی که مربوط به همه انسان ها باشد، ثروتمند، فقیر، بی‌سواد، دانشمند، آگاه، نادان و غیره، هر شخصی باید امکان را داشته باشد که این حکم را اجرا کند. باید حکمی باشد که نه با اعمال، نه با هوش، نه با قوت و یا نه با استعداد سرکار داشته باشد. حکم ایمان. غلاطیان باب 2 اوکی. یا این الان اوکی. مرسی. بعد پس اینجا میگه که برای تمام دنیا رو که خدا نگاه میکنه، برای همه ما در یک جامعه زندگی میکنیم، در ضعف و در مشکلات و در هر دین و نه دین، در هر فرهنگ و خیلی چیزهای مختلف هستن. یا کسانی که تو آفریقا هستن فقیر هستن، نادان هستن و بی سواد هستن. برای خدا خدای عادلیه و خدای محبت، خدا میخواد همه نجات پیدا کنن. پس خدا باید یک قانونی به وسیله یک قانون میتونه ما رو نجات بده. و این قانون اینجا این حکم ایمانه. به وسیله ایمان انسان میتونه برگرده به نقشه خدا. و ایمان یه چیزی نیست که بگم که باید یک دانشی پیدا کنی که الان به وسیله این دانش بتونی نجات پیدا کنی. اگه اینطوری می بود و خدا دوباره ناعادلانه رفتار میکرد. ایمان ربطی به قلب ما داره. و برای این پیغمبر این ایمان آوردن، خدا هم به بشریت این امکان رم داده در این نفس خودش که بتونه ایمان داشته باشه. مثلا در حیوانات اونجا ایمان وجود نداره،
این امکانی که بتونن ایمان داشته باشن. ما شبیه خدا خلق شدیم. خدا این امکان رو داده که انسان بتونه ایمان داشته باشه. همون آدم و حوا زمانی که اونجا درو جلوی درخت، دوتا درخت بود و اونجا خدا گفته که نخور، اگه بخوری میمیری، و شیطان گفته نه تو الان خدا دروغ گفته که تو نمیری، تو شبیه خدا میشی. پس اینجا میبینی که اونجا قرار گرفتن و الان نگاه کردن، الان شیطان یه چیزی گفته و خدا یه چیزی گفته، فقط بیشتر به حرف شیطان باور کردن، ایمان داشتن و چیز انتخاب اشتباهی گرفتن. پس خدا به تمام بشریت، در همه افرادی که الان زنده هستن، این امکان رو داده که ایمان داشته باشن. حالا به چه چیزی ایمان داشته باشن، دوباره یک چیزی دیگه هست. فقط باید نگاه کنیم این قانونی که خداوند گسته شه، چون میگم خدا خدای عادلیه، به این خاطر میخواد به همه بشریت این امکان رو بده. الان افرادی هستن که تو آفریقا واقعا توی دههای زندگی میکنن، دور از مدرسه و دور از این چیز چی میگن که درس میخونن و چی؟ آموزش. فقط زمانی که مبشرهایی که میرن اونجا موعظه میکنن، صحبت میکنن، خدا تو رو دوست داره و خدا این کار رو کرده، عیسی مسیح برای تو آمده، و اینا با قلبشون ایمان میارن، نجات پیدا میکنن. بی سواد، هیچ اطلاعی ندارن، فقط باور میکنن، و این باورم به هر حال اولی خدا این امکان رو گذاشته. فقط در این قانونهایی در خودشون هست، و اینجا بگم خواستایی هست و شاید دعاهایی هست، یا اون خدایی هست، خدایی هست که مثلا قبل از این میپرستیدن، آتش رو میپرستیدن، خیلی چیزهای دیگه. الان زمانی که کلام خدا رو میشنون و زمانی که میشنون و میره تو قلبشون، اونجاست که باور میکنن و ایمان میاره و نجات پیدا میکنن. همزمان هم اینجا در این دنیا، در این اروپا و هر جایی از دانشمندا هستن، خیلی چیزایی میدونن، فقط آخرش هم میبینن که واقعا ما گناهکار هستیم، ذاتمون گناهه و احتیاج به نجات داریم. پس خدا نگاه میکنه به تمام دنیا و خدا میخواد همه رو نجات بده به وسیله ایمان، حکم ایمان. و در غالاتیان باب 2 همینطور که اونجا نوشته، 2:16 میگه که اما چون که یافتیم که هیچ کس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی شود، بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد. پس اینجا پولس اینجا در موردش صحبت میکنه، میگه که فایده نداره، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم که نجات پیدا کنیم. فقط خدا یه جایی یه کاری انجام داده که به این کار باید ایمان داشته باشیم، به این کاری که خدا میکنه باور کنیم، نه باوری که خدا هست، خدا وجود داره، باوری که خدا یه کاری انجام میده و ما باور کنیم که خدا این کار رو برای ما انجام داده که ما رو نجات بده. و اونجا احتیاج به قدرت نداره، احتیاج به چی میگن اعمالی نیست. زمانی یک کسی که باور میکنه یعنی تسلیمه، یعنی میگه من باور میکنم. خب الان چی میکنی؟ من باور میکنم خدا در راه من این کارو کرده. و بعد از اینم خواهیم دید نه فقط باور بکنی بلکه قبول کنی. آخر میگم که زو الان چطور نجات پیدا کنی؟ چه کاری کردی؟ هیچ کاری نکردم. خب چطور می نجات پیدا کردی؟ باور کردم که کاری که خدا برای من انجام داده، که هیچ کسی از ما فرق نکنه. یادم هست زمانی که تازه ایمان رو برده بودم، همینطور هم می رفتم بشارت می دادم، به منم بعضی افراد اینطوری می گفتم، خب آره تو مرد خوبی بودی، به این خاطر خدا تو رو نجات داد دیگه. گفتن برعکس،
چون مرد گناهکاری بودم، چون متوجه شدم که گناهکار هستم، بعد از این تعریف کردم چقدر حسادت در منه، چقدر خشم در منه، چقدر چیزهای واقعا که خجالت میکشم در برای صحبت کنم در من وجود داشت، چون من این بودم و متوجه شدم و باور کردم که من هستم، این هستم، به این خاطر قبول کردم با اون عیسی مسیح که میتونه منو نجات بده. من یادم هست که در این زمانی که قبل از اینکه ایمان بیارم، خدا تمام چیزها رو برای من تقریبا آماده کرده بود که زیبایی خدا اینه که خدا فضاها رو برای ما آماده میکنه. کسانی که واقعا میخوان با خدا آشنا بشن، چون آرزو خدا اینه که تو رو نجات بده، یه فضای آماده میکنه، تو رو به یه جاهایی قرار میده، بعضی وقت تو رو به یه جور بن‌بست‌ها قرار میده که واقعا تسلیم بشی. ربطی داره به چه قلبی او رو جستجو میکنی. اگه خیلی مغرور هستی، خدا باید یک راههایی برای تو انتخاب کنه. زمانی که یک کسی که مغرور اینجا نشسته و میگه که من احتیاج ندارم یه چیزی، یا خداست که او رو به یه جایی میرسونه که واقعا دیگه تسلیم کلی بشه، دیگه نمیدونه که هیچ، نه قدرتش نه حکمتش هیچ چیزی فایده نداره. و اونجا داد میکشه، میگه که بیا نجاتم بده. و خدا با زورم نجات نمیده. خدا ما رو به مکانهای هدایت میکنه که او رو صدا کنیم. به مکانهای هدایت میکنه که تسلیم بشیم. خدا مثل شیطان نیست که بیاد یخه تو رو بگیره بگه به من ایمان بیار. زیبایی همون خدا، مهربانی خدا و رحمتهای خدا اونقدر زیباست، صبر خدا اونقدر زیباست که بعضی وقت 10 سال طول میکشه که یک آدم رو به یه جایی برسونه که آخر بگه که کمکم کن. بعد از این میاد میگه شروع میکنه به کمک کردن. من این انجیل رو زمانی که 20 سالم بود، 22 سالم بود شنیده بودم. رفته بودم ایران و 22 سالم بود فکر کنم رفته بودم ایران و اونجا خانواده ما هم اونجا نجات پیدا کردن، نمیدونم پسر عمه، دختر عمه و دایی و اینطوری، و اونجا جمع شدن تو خونه. اون موقع هم برحال 22 سالم بود فکر میکنم و رفته بودم اونجا کیف کنم، حال کنم. بعضی من رو دعوت کردن تو این جشن، یعنی جلسه بود. بعد از این رفتم اونجا، واقعا به شما میگم منم ارمنی هستم، ارمنی زاده هم هستم، مسیح زاده هم هستم، پس هیچ اطلاعی نداشتم. وارد اینجا شدم دیدم که الان پرستشی میکنن، گریه میکنن. گفتم واقعا اینا همه دیوونه شدن. واقعا به شما میگم من گفتم دیوونه شدن، همین چیه، چه چیزی هست منو دعوت کردین، مسخره کردم. بعد این با دوستم رفتیم اونجا، هشیش برداشتیم رفتیم اونجا، شروع کردیم هشیش کشیدن. اون زمان چیز بود، بیشتر مواد مخدر استفاده میکردن. رفتیم حال کنی، بعد از این رفتیم استانبول، اصفهان، اونجا فقط با مواد و کیف کردن و لذت بردن. خدا اون موقع به من این امکان رو داد، ردش کردم. بعد از این 3-4 سال بعد بود که تو انگلستان بود، رفته بودم اونجا، اعضای خانواده هم اونجا بودن، رفتم اونجا. بعد از این اونجا هم همینطور من رو دعوت کردن تو خونه دایی‌ام بود. دایی من تو چیز ایمان نآورده بود، فقط خودش هم اونجا در کازینو اونطوری پوکر و اونطوری بازی کردن اونطوری چیزا بود. بعد از اینجا رفتیم اونجا، دیدم که اونجا جلسه داشتم. بعد از این گفتن که برای چی جمع شدین، گفته عیسی مسیح و میتونه به ما حیات جاودانی بده. گفتم برو بابا، حیات جاودانی چیه؟ برو شکر. من مسخره کردم. بعد از این با داییم رفتیم که کازینو، بعد از اینم اومدیم اونجا حسابی هم مست شدیم با ودکا. این زندگی من بود. خدا امکاناتی داد، رد کردم. فقط دنبال خدا، دنبال ما میاد.
سعی میکنه یه راههایی برای ما باز کنه، یه جایی ببره که واقعا بنبست دیگه خفه بشه، دیگه واقعا میگه که نمیتونم دیگه. و خدا منو به هر حال تو زندگی من اتفاقاتی افتاد که واقعا درد و رنج و همه چی رو از دست دادم، آخر به خودکشی رسیدم که به یه جایی دیگه میخواستم حقیقت کنم، گفتم که فایده نداره. دوباره شروع کرده بودم و مواد کشیدم چون ناامید شده بودم. با اونجا خدا معجزه آثار آمد، نجات داد. خدا به ما این امکانات رو میده دائما. این محبت دنبال ماست، محبت خدا دنبال تک تک افرادی که در این دنیا هستن، هر جایی که شما هستین. خیلی هستن که آمدن توی کلیسا من عیسی مسیح رو کلام رو شنیدن، مسخره کردن، خندیدن و چیز کردن رفتن، این محبت رو خاش مردن. فقط خدا نمیگه که به درد نمیخوری، پس این بعد از یک سال دو سال دوباره یه امکانی میده، دوباره یک سال دو سال یک امکانی میده، به یه جایی میرسونه که واقعا بگیم که یه خدا من تسلیم هستم. عزیزان این بزد موز، این طبیعت موز هیچ موقع نمیخواد زانوش جلوی خدا خم بکنه. شخصیتش، طبیعتش اینه، طبیعت شیطانه که هیچ موقع این غروری که به کاملیت رسیده که شیطان هیچ موقع جلوی خدا زانوش خم نمیکنه، نخواهد کرد، چون غرور به کمال رسیده و این غرور در انسان در ماست. به این خاطر خدا در حال اینطوری است که این غرور بشکنه، که زانو بزنه و میگه که خداوند تو خداوند هستی، بیا در قلب من تسلیم تو هستم. در موردش صحبت خواهیم کرد، در مورد این توبه و بازگشت. فقط مهم اینه که بدونیم که نه کار ماست نه افکار ماست، فقط و فقط ایمان به اون کاری که خداوند خواهد کرد. در غالاتیان به 3:11 اینجا میگه که اما واضح هست که هیچ کس در حضور خداوند از شریعت عادل شمرده نمیشود، زیرا که عادل به ایمان زیست خواهد کرد. یعنی میخوای، اگر میخوای عادل در عدالت در حضور خداوند بیستی، به وسیله چی؟ به وسیله ایمان. که آخر فخر نکنی که تو یه چیزی بودی. متوجه هستی؟ و زمانی که من نجات پیدا کردم، افراد دیگه نجات پیدا کردن، ما فخر میکنیم خدایی مثل عیسی داریم که با رحمت خودش آمد، با محبت خودش آمد، من واقعا به شما میگم از جهنم بیرون آورد، گناه من رو شست، روح خودش رو به من دمید و من رو زنده کرد و از من فرزند ساخت. فخر میکنم به این خدا. هیچی در من وجود نداره که فخر کنه، همه چی اوست. به این خاطر تو کتاب نویسه هر زانویی باید خم بشه یک روز، هر زبانی باید اقرار کنه او خداونده، و یک روز این اتفاق خواهد افتاد زمانی که عیسی مسیح برگرده. هر زانو باید خم بشه و بگه که خداوند هستی. فقط خدا رو شکر زمانی که ما ایمان به عیسی مسیح میاریم، همین الان زانوهای ما خم میشه و اعتراف میکنیم. افرادی که ایمان نیاورن و محبت خدا رو رد کنم و میگم من میتونم خودم زندگی کنم، من میخوام خدای خودم باشم، این افرادم زانواش باید خم بشه، اعتراف کنم. فقط اون موقع برای ایشان دیره، چون محبت خدا نمونی که عیسی مسیح آمد اینجا وقت توبه و بازگشت نیست، بلکه وقت داوری است. به این خاطر در این زمان آخر خدا
انجیل پادشاهی خودش رو به همه جا میخواد برسونه که افراد رو نجات بده. قبل از آمدن او، بعد از آمدن دیگه وقت نیست. در افسسیان باب 2:8-9 نوشته: زیرا که محض فیض نجات یافتید. محض فیض یعنی بخشش، هدیه‌ای هست که خداوند به شما داده. به وسیله ایمان. زیرا که محض فیض یعنی هدیه ای است که خداوند به شما بخشیده، چون که شما ایمان آوردین. درسته؟ و این از شما نیست، بلکه دوباره بخشش خداست. نه از اعمال، تا هیچ کسی فخر نکند. مهدی جان میتونی اینو خاموش کنی؟ دوباره بخونین: زیرا که محض فیض نجات یافته اید. فیض یعنی، ببین عزیزان، شما لیاقتش اصلا نداشتین. شما لیاقت جهنم رو دارین. شما باید یک روزی حک بشین، داوری بشین. فقط من با محبت خودم این فیض رو به شما میبخشم، یک هدیه به شما میبخشم. مثل اینکه یک کسی از توی زندانه و جرمش اینه که تا آخر عمرش باید اونجا دیگه بمونه. یک چیزم هست، یک سند میگن، چی میگن؟ حکمی هست اونجا محرم شده. هیچ چیزی نداری، امکانی نیست. و یک پادشاه میاد میگه که باشه، جرم دینه، فقط من تو رو رها میگم، تو میتونی آزاد بشی. خب من کاری نکردم. گفته نه، این بخشش منه، به تو اجازه میدم. اونجا که هدیه است دیگه، هیچ کاری نکرده. الان اینجا میبینی که میگه که زیرا که محض فیض نجات یافته اید، یعنی یه بخششی هست که وصل محبت خود انجام داده، فقط ایمان آوردین. چون ایمان آوردین به کاری که من میخوام انجام بدم و کاری که من انجام دادم، و نگاه میکنی به این صلیب و باور میکنی کاری که برای شما انجام دادن که محبت من پشتش بود، چون این باور رو میکنین، این فیض به شما داده میشه. و جالبش اینه، به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. اینجا میگه که حتی این ایمانی که الان آوردی، اینم یک بخششی هست که خداوند به شما بخشیده. این مکاشفه هست که شما گرفتین. این من هستم که چهره خودم رو برش در شما روشن کردم. و به وسیله این که گفتین که عیسی تو خداوندی، من گناهکار هستم، بیا نجات بده، به این خاطر من نجات پیدا میکنم. و نه از اعمال، تا هیچ کسی فرق نکنه. که آخر واقعا که نجات پیدا میکنم، میتونم میگم همه چی خدا بود. هیچ قسمتی کار در من نبود. تنها کاری که، چیزایی که در من وجود داشته، فقط گناه بود. من لیاقت نجات رو نداشتم. فیض او، محبت او، کاری که روی عیسی مسیح به صلیب انجام داد، منو نجات داد. خدا میگه که نه، انسان باید یک کاری انجام بده که نجات پیدا کنه، بیاد که من باید یک کاری انجام بدم که انسان رو نجات بدم. یا اینطوری بگم که نه، انسان باید یک قربانی برای من بیاره که نجات پیدا کنه، بلکه من یک قربانی میارم که تو رو نجات بدم. چه محبتی پشتشه، نه؟ پدر حقیقی ما
فقط میتونیم دهنمون باز بمونه و میگه خدا من چه محبتی در حق من کردی، لیاقتش رو نداشتم. همینطور که به شما گفتم عزیزان، خدا هیچ موقع زور نمی کنه. به این خاطر یک مکاشفه ای هست که خداوند به شما می بخشه. همینطور هم که منو نجات داد، واقعا میتونم بگم به یه جاهایی ما رو قرار میده. من یادم هست خدا من رو به یه جایی آورده بود که برای خیلی چیزایی به دست آورده بودم. ثروت زیادی هم داشتم، بزرگی هم داشتم، یک خونه بهترین جای هامبورگ هم داشتم و یک خونه 160 متری تنها زندگی میکردم. 160 متری نه 16، 160، 6.5 اتاق. و فقط قبل از این همسرم بودیم، طلاق گرفت، بچه منو برداشته رفته، خودش الکلی بود، زندگی من همه چی به هم ریخت. و بعد از این گفتم باشه اوکی، یعنی درد و رنج خیلی زیادی کشیدم، چون واقعا درد زیادی بود که یه دختر من واقعا برداشته و فرار کرده بود. و همینطورم متاسفانه دادگاه هم اونجا، هر چقدر میدونست که همسرم اونجا الکلی بود، به هر حال دخترم رو به دست او دادن. تک تنها اونجا توی یک خونه بودم، همه چی رو داشتم و گفتم باشه الان باید اینطوری زندگی کنم. و در خودم اینجا میدیدم چه خشمایی در من به وجود آمده بود، داد میزدم، خدا کجا هستی؟ اینطوری تو عدالت، بیا عدالت خودت رو نشون بده. در مورد عدالت یعنی بیا آنجا مثل اینکه زن من رو یه شکنجه بده که واقعا من میبینی که من درست ایستادم. هیچ شناختی از خدا اینطوری نداشتم. فکر کردم عدالت برای اینه که خدا بیاد یه چی بلایی روی سرش بیاره که بسیم تقریبا مساوی بشه. یا جالب کار خدا بعضی وقت میبینیم طوری دیگه هست. بعد از این گفتم که باشه که دوست دخترهایی داشتم و بعد حسادت و خشم و تمام چیزا. و یعنی واقعا خودم رو نگاه کردم دیدم که پر از واقعا دل و چون مرد وحشی رو دیدم. هی میخواستم از خودم فرار کنم، نمیخواستم اینجوری باشم. بعضی وقت حسادت ما رو میخوره. راه فراری هم نداری، فقط واقعا در این قسمت زمانی که میگم خدا ما رو به یه جایی میبره که زانومم خم بشه. من میخوام واقعا از خودم میخواستم فرار کنم و میدونستم نمیتونم فرار کنم، این منم. سالها پیش هم اینطور گفته بودم خدا امکانات رو داده بود، آخر برحال زنم از دست دادم، دخترم از دست دادم، پول داشتم، همه چی رو داشتم، فقط در قلب من دیدم که پر از خشونت. و ما هم معمولا ما اینطوری میگویم که ای خدا، خدای عادل کجا هستی؟ بعد زمانی که من ایمان رو برده بودم دیدم که عدالت خدا فرق میکنه از عدالت ما. و چطور خدا یه جایی میبره که بعد از این فریاد کشیدم، بعد از این خدا چه درهایی باز کرده که زانوم خم شده، توبه کردم، بازگشت کردم، دیدم که من گناهکار هستم، ذات من خرابه. و زمانی که جالبش اینه که زمانی که خدا، زمانی که کارهایی انجام میده در ما، توبه کردم، بازگشت کردم، روح خدا در من قرار گرفت، از این بذر انار رو خوردم، از این دانه دی ان ای خدا رو در من قرار گرفت، صلح، سلامتی، آرامش که آنجا آمد، اولین چیزی که کردم رابطه با همسرم، با نه همسر، یا همسر من نبود دیگه، طلاق گرفته بودیم،
کردم که بشارت، کلام بشارت رو بهش بدم. و خدا گفته که هرال وظیفه ماست. الان هر چقدر متنفر او بودم، قدم رو برداشتم که برم انجیل رو گفتم، گفتم خداوند من حاضر هستم این زن رو دوباره ازدواج کنم که فقط تو نجاتش بده. یک کسی که متنفر بود، یک کسی شد که طبیعت دی ان ای انا رو داشت. موز میخواست داوری، انار میگه که صلح و آشتی. و بعد از این به هر حال قدم رو برداشتم، رابطه من با همسرم بهتر شد، یعنی خودش یواش یواش بیشتر نسبت به من بهتر شد. بعد از این تأثیر گذاشت روی دختر من و دیدی خدا همه چی رو عوض کرد. بعد نه همسرم اون موقع اصلا کلن مسیر رو رد کرد. بعد اب نداره، اب نداره، منظور اینه که همونطور این زندگی رو به هر حال انجام میدادم، رابطمون بهتر شده بود. اینم میگم تأثیر روی دختر من گذاشت که خودش هم در سلامتی بیشتر رشد کرد. و بعد از چند سال، 4-5 سال، همسرم سرطان گرفت، یعنی همسر سابق من سرطان گرفت و مرد بدون عیسی. بعد کلام رو شنید، بعد رد کرد. چطور؟ همینطور که گفتم که به این روشی که خداوند ما رو هدایت میکنه به یه جایی میبره که اونجا زمانی که زانوام خم بشه و اعتراف میکنیم موز هستیم، گناهکار هستیم، چطور خدا تبدیل میکنه ما رو به انار، تبدیل میکنه و دی ان ای خودش رو به ما میبخشه. همه چی به وسیله ایمان، که هیچ کسی فخر نکنه که من یه کاری کردم. پس ایمان از کجا میاد؟ نه، ایمان از کجا میاد؟ درسته، امکان رو ایمان رو به خداوند به ما بخشیده. ایمان میاد زمانی که من شروع میکنم موعظه کردن کلام خدا. شما باید بشنوین، درسته، شما باید بشنوین که ایمان بیارین. شما الان اینجا نشستین و افراد این که نگاه میکنن، بینندگان، هیچ اطلاعی ندارم چی به چه ایمان بیارم. خدا برای خدا هست. پس باید زمانی که حقجویان رو میذاریم، حقجویان یعنی ما شروع میکنیم به دنبال حقیقت هستیم و ما هم اینجا الان من هستم و شبانهای دیگه، عالمهای دیگه هستن که کلام انجیل رو، کلام پادشاهی خود رو به شما موعظه میکنن. و زمانی که الان شما میشنوین، موقع هست که الان باید در شما کار کنه. آیا درسته؟ آیا درست نیست؟ کتاب مقدس مطالعه کنم، فکر کنم، دعا کنم، ببینم که حقیقت حقیقت نیست. متوجه هستین؟ پس باید بشنوین. به این خاطر خداوند میگه که قبل از اینکه صعود کرد گفته که بریم و به تمام دنیا این بشارت کلام انجیل من یا پادشاهی من اینجا موعظه کنید و ایشان رو در نام پدر، پسر، روح القدس تعمید بدیم و از ایشان شاگردانی بسازیم. هر کسی باور کنه نجات پیدا میکنه. پس وظیفه ما عنوان کلیسا و همینطور هم عنوان افرادی که نجات پیدا کنن کردن اینه که بتونیم اینجا برحال انجیل رو موعظه کنیم. در رومیان باب 10:17 میگه که لذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. لحظه ایمان از شنیدن. سو الان شما که اینجا نشستین و افرادی که نگاه میکنن شما میشنوین، امیدوار هستم میشنوین، شاید هم فکرتون یه جای دیگه رفته،
شما نمیشنوید، صدا میاد فقط نمیشنوید. زمانی که تعلیم میدیم اینجا، لحاظ ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام خدا. خدا رو شکر من این کلام رو صحبت میکنم، از خودم تعریف میکنم، از خودم تعریف میکنم و کلام خدا، از تجربه خودم به شما میگم. فقط کلام خدا چیزی که هست اینجا، به این خود آیه به آیه میریم جلو که واقعا متوجه بشین که یه چیزی نیست که من میگم. بعد از این رومیان 10 آیه 9 و 10 اینجا میگه که زیرا اگر زبان با زبان خود زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند رو اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. چون که به دل ایمان آورده می شود برای عدالت و به زبان اعتراف می شود به جهت نجات. بنابراین قبل از ایمان آوردن شخص بایستی پیام خدا رو شنیده باشه. حقچیان همینه که کلام خدا رو بشنوید. انجیل یعنی کلام، یعنی خبر خوش رو بشنوید. آمین. و اینم تو کتاب مقدس خود عیسی مسیح در متی باب 7 آیه 7 تا 8 اینجا میگه که سوال کنید که به شما داده خواهد شد. 75 سوال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. زیرا هر که سوال کند یابد، و کسی که بطلبد دریافت کند، و هر که بکوبد برای او گشاده خواهد شد. گشاده یا چه؟ خواهد شد. کدوم آدمی هست که از شما از پسر نانی از خواهد و سنگی به دو دهد؟ اینجا عیسی هم از خودش میگه که نه؟ میگه که پس زمانی که اینجا موعظه میشه، تعلیم میشه، هر جایی که الان هست اینجا ما کلیسا آلفا اومگا برای ما این بشارت انجیل رو میدیم، کلیساهای دیگه هم هستن این کار رو انجام میدن، کلیساهای زیادی هستن توی آمریکا، اروپا، همه جا تلویزیون رو باز میکنین و همینطور هم اینستاگرام رو باز میکنین، دائما همینطور پیام 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 خدا صحبت میکنه، همه جا صحبت میکنه. یا و اینجاست که شما هستین قرار گرفتین و میگین که بطلبین. خداوند دعا میکنم، خداوند خواهش میکنم این چشمای قلب منو باز کن. بعد از این میگه جستجو میکنین، یعنی کتاب مقدس میخونی، گوش میکنی، در موردش فکر میکنی، دعا میکنی. بعد از این میکوبین و میگین خودم من میخوام، واقعا میخوام بیا. و اونجا میبینی که چطور خدا در رو باز میکنه و همینطورم وارد میشه، چون آرزوی خدا اینه که خودش رو به شما معرفی کنه و نجات بده. آمین. گود عزیزم، من فکر میکنم برای امروز دیگه کافی هست. و نمیدونم سوالی هست افرادی که بینندگان عزیز، نمیدونم سوالی چیزی هست میتونین سوال کنین. همه چی نمیدونم باز بود در مورد این انار، در مورد موز. هفته آینده هم بیشتر هم در موردش هم صحبت خواهیم کرد. و این دوتا این سمبول هایی که اینجا گذاشتم که واقعا باز بشه برای شما که هیچ کاری هستیم ما انسان، کسی که گناهکار واقعا احتیاج به کمک از بالا داره، خدا بیاد یه کاری انجام بده. این یه جوری خیلی خوبه، چون زمانی که من میدونم که من هیچ کاری هستم یا و طبق طبیعت گناه میکنم، یه قسمت میتونم بگم، یعنی اینطوری من فکر میکنم، یه قسمت میتونم بگم که یک مکاشفه هست که آزادی میاره که من کاری زویزو نمیتونم انجام بدم، شریعت رو نمیتونم انجام بدم. یه قسمت اینه که بیشتر اون جا رسیدنه که تسلیم شدنه، بگم پس باید خدا عمل بکنه. برای خودم برحال اینطوری بود که بگم که
طبق طبیعت که گناه میکنم من چیکار کنم؟ خفه کنم خودم رو؟ نه، فقط میتونم بگم که کمکم کن. گود، یک دعایی میکنم. هفته آینده طبق معمول ساعت 11 در روز شنبه ادامه خواهیم داد. یه دعایی میکنم. خدا، من ممنون هستم برای روزی امروز که ساختی. مرسی که امروز هم میتونستیم دوباره در قسمت هایی که در کلام توست خدا من توی گفتی دوباره گوش کنیم و از این زبان ضعیف من استفاده کردی خدا من، که خدا من اونایی که جستجو میکنن، اونایی که واقعا دنبال حقیقت هستن، خدا من تو قلبشون لمس کنی. اونایی که واقعا در سردرگمی زندگی میکنن خدا من و ناامید شدن از زندگی، دعا میکنن و هیچ صدایی نمیاد. روح القدس، دعا میکنم خداوند که تو با این قلب ها صحبت کنی و به یه جایی هدایت کنی خداوند، که واقعا بدونن نه با قدرت خودشونه، نه با حکمت خودشونه، نه با دانش خودشونه، بلکه واقعا فیض رحمت و محبت توست که میتونی نجات بدی. کمک کن خداوند این غرورها بتونن زانو بزنن یا شکست بخورن و زانو بزنن و اعتراف کنن و تسلیم تو بشن که تو نجاتش بدی. مرسی خداوند که تو همیشه رو فراهم کردی و به دستای تو میسپاریم این عزیزانی که اینجا هستن، این عزیزانی که نگاه میکنن. هدایت کن، هر چیزایی که مکاشفه‌ای که احتیاج هست خداوند تو به ایشان ببخش. اینو دعا میکنی با ایمان که خداوند تو دعای ما رو میشنوی، عمل نخواهی کرد، چون در نام تو عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. آمین. فیض مسیح با شما باشه عزیزان. تا هفته آینده. فردا هم همینطور ساعت 3 ما تو کلیسامون کشیش و روزی یک شنبه هم همینطور خودش هم اونجا صحبت خواهد کرد. و یا دیگه چی؟ روزتون بخیر. از این هوا خوب لذت ببرید. باشه، خداحافظ عزیزم.